بیماری‌هایی هستند که قربانیان زیادی از کشورهای مختلف و به خصوص در بین مردم محروم و کشورهای توسعه نیافته می‌گیرند. اما درمانی برای اونها وجود نداره. آیا به این فکر کردین که یه نوجوان میتونه راه حل مشکل باشه؟ میخوایم با دختری 16 ساله آشنا بشیم که قصد داره با تکمیل اکتشافات و آزمایشاش سالانه تقریباً جون 1 میلیون نفر رو نجات بده. اسم اون شریا رامایاست و فقط 13 ساله بود که در سفری به کامبوج درباره مالاریا و اینکه چطوری کل دنیا با این مشکل دست و پنجه نرم میکنه مطالعه کرد. اون همچنین متوجه شد که درمانهای فعلی خیلی مؤثر نیستن. برای همین تصمیم گرفت کاری برای حل این مسئله بکنه. First year at the Intel ISF, I got fourth place in the chemistry division. I also won the third place American. این سال اول من در اینتل ISF در بخش شیمی نفر چهارم شدم و تو جامعه شیمیدانان آمریکا رتبه سوم رو به دست آوردم. تجربه خیلی هیجان انگیزی بود. چون دیدم دانش آموزان خیلی زیادی هستن که مثل من به تحقیق کردن علاقه دارن و همین باعث شد احساس راحتی کنم. من شریا رامایا از دبیرستان پالوس وردس پنینسولا هستم و 16 سالمه. پروژه‌ای که به نمایشگاه علمی اینتل ساینس فر تقدیم کردم در مورد کار کردن با داروهای مختلف ضد مالاریا بود و هدفم این بود که بتونم ترکیبات جدیدی برای درمان مالاریا کشف کنم. برای همین ما به نوعی درگیر یه مسابقه تسلیحاتی علیه انگل مالاریا شدیم. همونطور که ما داریم ترکیبات داروییمون در مقابل این بیماری رو ارتقا میدیم، این انگل هم مستمر در حال تغییر کردنه و همین باعث مشکلات خیلی زیادی در دنیای پزشکی شده. من با خانواده‌ام به سفرهای مختلف بین المللی رفتیم. چند سال پیش به ویتنام در کامبوج رفتیم و اونجا از یک روستای بازدید کردم و بچه دیدم که تب خیلی شدیدی داشت. وقتی برگشتم خونه تحقیقاتی کردم و فهمیدم که دچار مالاریا شده. اون موقع متوجه شدم که مالاریا مشکلی نیست که فقط بخش خیلی کوچیکی از جمعیت دنیا رو به خطر انداخته باشه، بلکه سالانه 300 تا 400 میلیون پرونده مالاریا به ثبت میرسن. با خودم گفتم اگه با یک چنین مشکل بزرگی مواجه هستیم، باید راه حلی هم وجود داشته باشه و تصمیم گرفتم اون کسی باشم که این مشکل رو حل میکنه. بر اساس تجربیاتی که در کشورهای دیگه کسب کرده بودم و با کمک دکتر سوریا پرکاش تونستم ایده تحقیقاتی به دست بیارم. تونستیم این طرح رو به نمایشگاه علمی اینتل ساینس فر تقدیم کنیم. خیلی عالی بود چون در محیطی بودم که افرادش همه خواهان کمک کردن بودن. دوست دارم در آینده بتونم توی آزمایشگاه کار کنم چون مطمئنم اگر به اندازه کافی تلاش کنم میتونم راه حلش رو در بیارم. این نقطه بود که شریا رامایا کارش رو در 4 سال پیش شروع کرد. اما طی این سالها اون بدون وقفه به فعالیت‌هاش ادامه داده. اون هم توی مسیری که بالا پایینی‌ها و مشکلاتش بسیار زیاد بوده و همچنان هم هست. اما شریا نمیتونه چهره معصوم بچه‌های کوچیکی که از تب می‌سوختن رو فراموش کنه. اون میخواد خیلی زود بتونه روزنه امیدی برای کشف درمان این بیماری باز کنه و از سختی های مسیر هم خسته نمیشه. من شریا رامایا هستم و 18 سالم. در 4 سال اخیر در مورد مالاریا تحقیقاتی کردم. این یک بیماری انگلی عفونی است که از ژن پازمودیا به وجود میاد. یکی از مسائل مهم و اصلی که امروزه در درمان مالاریا باش مواجه هستیم اینه که در مقابل دارو مقاومت میکنه. هر سال تقریباً 1 میلیون نفر بر اثر این بیماری میمیرن و درمانهای مالاریا تا امروز بی اثر بودن چون خود انگل مالاریا مقاومتش در مقابل این داروها رو ارتقا داده. انگل مالاریا ژن‌های خیلی زیادی داره و از اونجایی که ما هنوز نتونستیم روند افزایش این مقاومت رو درک کنیم، نمیتونیم دارویی کشف کنیم که این انگل رو از بین ببره. نتیجه‌اش این میشه که در حال حاضر در یک مسابقه تسلیحاتی قرار گرفتیم که روزانه تکامل پیدا می‌کنه. در حالی که ما هنوز نتونستیم یک راه حل علمی پیدا کنیم، اما این انگل توان این رو داره که توانمندی‌هاش رو تغییر بده و در مقابل داروها مقاومت کنه. برای همین ما باید به طور مستمر یه زرادخانه از داروهای مختلف ایجاد کنیم. اما متاسفانه این روند خیلی کند داره پیش میره. به همین دلیل من تصمیم گرفتم این مسئولیت رو بر عهده بگیرم که درمانهای جدید برای مالاریا کشف کنم.
تلاش ها نتیجه مثبتی هم داشته. شریا معتقده که در آینده نزدیک میتونه به درمان اصلی برسه و جون انسان ها رو نجات بده. در دانشگاه جنوب کالیفرنیا زیر دست دکتر سوریا پرکاش کار کردم تا مدل جدیدی از این مولکول رو در بیارم. بعد از 2.5 سال کار در آزمایشگاه موفق شدم این دارو رو ترکیب کنم. اما باید اون رو روی سوژه های زیستی امتحان می کردم. بر همین به دانشگاه هاوارد رفتم و اونجا انگل مالاریا رو در خون انسان کشت کردیم تا ببینیم چه واکنشی در برابر این دارو نشون میده. خوشبختانه داروی من از داروهای قبلی 6 برابر موثرتر بود و فهمیدم میتونم در آینده مطالعات و تحقیقات بیشتری در مورد مالاریا داشته باشم. شریا عزم جزم کرده تا پاسخ این مشکل جهانی باشه. اون معتقده که علم و دانش و استعدادهاش باید در خدمت بشریت و برای نجات جون اونها سرمایه گذاری بشه. شاید دور نباشه روزی که نام شریا با درمان مالاریا پیوند پیدا کنه و با این کارش تلنگری باشه به ذهن اونهایی که این کار و کارهای مشابه رو نشدنی میدونن.